سلام، خوش اومدید به جلسه هفتم آموزش فایروال کریو کنترل. توی این جلسه میخوام که با هم یاد بگیریم چجوری اینترفیس های کریو رو بتونیم کانفیگ بکنیم. بالاخره قرار کل دیتا شبکه‌مون از این اینترفیس ها عبور بکنه و بعد حسابی حواسمون به این دیتا ها باشه. پس بریم ببینیم چیکار میتونیم. توی جلسه‌های قبلی ما یه مقداری با محیط کریو کنترل آشنا شدیم. حالا اینجا توی قسمت کانفیگوریشن ما یه منو داریم به نام منوی اینترفیس که خب جلسه قبلی هم یه مقدار حالا خیلی کمی با این قسمت با این صفحه کار کردیم. این منوی اینترفیس یکی از مهمترین و اصلی‌ترین قسمت‌هایی هست که توی کریو ما باهاش سر و کار داریم. دلیلش رو هم خب گفتم بهتون، تمام دیتاهای ورودی و خروجی از اینترفیس هاست که عبور میکنن، پس خیلی از تنظیمات رو ما باید روی اینترفیس هامون بتونیم انجام بدیم. حالا اگه یادتون باشه ما توی جلسه قبلی اومدیم دوتا اینترفیس به کریو کنترلمون اضافه کردیم و به محض اضافه شدنشون به کریو کنترل اومدن توی قسمت other interfaces جا گرفتن. همینجا رو اگه یکم دقت بکنید متوجه میشید که کریو اومده اینترفیس هاش رو دستبندی کرده تا حالا بر اساس اون دستبندی ها بتونه تصمیم بگیره که برای هر کدوم باید چی کار بکنه، که البته این تصمیم گیریه واسه شما ادمین هم مسلماً خیلی راحت تر میشه. دستبندی هاش چیا هستن؟ اینترنت اینترفیسز هستش، تراستد لوکال اینترفیسز، IPsec و VPN، guest و other interfaces. خب تقریبا از اسماشون میتونیم متوجه بشیم که هر دسته مربوط به چه نوع اینترفیس هایی هستن. اینترنت اینترفیسز مربوط میشن به اون دسته از اینترفیس هایی که وصل میشن به اینترنت یا حالا به طور کلی مربوط هستن به دنیای ون. اینترفیس های ونمون هستن که داخل این دسته قرار میگیرن. دسته بعدی دسته تراستد لوکال اینترفیس ها، اینترفیس های داخلیمون یا همون شبکه لن هستن که خب توی این دسته قرار میگن. بعدی هم اینترفیس وان و حالا اینترفیس مهمان گست. آدر اینترفیس هم که داخل جلسه قبلی یه مقدار باش آشنا شدین، ما هر وقت که بخوام یه اینترفیس جدید به کریمون اضافه بکنیم میاد توی این قسمت قرار میگیره. حالا کاری که من میخوام بکنم اینه، میخوام این دوتا اینترفیسی که الان توی قسمت آدر اینترفیس قرار گرفتن رو بیان توی یکی از این دسته ها جاش بدم. بالاخره قرار اینا رو کانفیگ بکنم دیگه، پس دستشون رو مشخص بکنم. برای مثال الان اینجا من قصد دارم که یکی از این اینترفیس ها رو بذارم داخل قسمت اینترنت اینترفیس ها و یکیش رو هم بذارم توی قسمت لوکال اینترفیس ها، یعنی یکیش بشه اینترفیس ون من و اون یکی هم بشه اینترفیس شبکه داخلی. خب برای اینکه بخوام توی دست ها قرارشون بدیم روشون کلیک میکنیم و از قسمت اینترفیس گروپ میتونیم دستشون رو انتخاب بکنیم. برای مثال اینترفیس اولی رو من قرارش میدم داخل اینترنت اینترفیس. همینجا میتونم اسمش رو عوض بکنم، مثلا اسمش رو میذارم بن دو. اوکی. دومی هم باز به همین ترتیب روش کلیک میکنم، اسمش رو عوض میکنم، مثلا اسمش رو میذارم لن و دستبندیش رو هم میذارم لوکال اینترفیس. اوکی. خب پس تا الان چی شد؟ من دو تا اینترفیس ون دارم که یکیش رو از قبل داشتم و یه اینترفیس لن هم دارم. همینجا تا خیلی هنوز کانفیگ زیادی انجام ندادیم یه چیز رو دقت بکنید. ببینید کنار این کانفیگایی که تازه انجام دادیم، خب ما هنوز خیلی کانفیگ زیادی انجام ندادیم، فقط اومدیم این دوتا اینترفیس رو گذاشتیمش داخل دستبندی که حالا مد نظر خودمون بود. کنار این کانفیگایی که همین الان انجام دادیم اگه دقت بکنید یه ستاره بنفش رنگ میبینید، این ستاره. خب حالا این پایین هم دوتا دکمه داریم، دکمه اپلای و دکمه ریست. اگه من بیام این دکمه ریست رو بزنم میاد کریو کنترل رو برمیگردونه به آخرین باری که کانفیگا رو سیو کردم. حالا چجوری تنظیمات رو سیو میکنم؟ به وسیله این دکمه اپلای. یعنی من هر کانفیگی که انجام بدم روی کریو اگه این اپلای رو بزنم میاد تا همونجا که کانفیگا رو سیو کردم.
اگرم که مثلا بیام شروع بکنم یه سری چیزا رو کانفیگ بکنم داخل کریو، بعد بیام ببینم که نه کلاً گند زدم و خراب کردم، میتونم همون لحظه این دکمه ریست رو بزنم تا کریو رو برگردونه به آخرین زمانی که گزینه سیو رو زده بودم. خب حالا یه نکته دیگه هم همینجا بگم، اونم این که کریو مدام سشن خودش رو با ادمین چک میکنه. یعنی چی؟ یعنی که اگه شما یه خرابکاری کردی که ارتباطت با کریو قطع شد، کریو شما رو برمیگردونه به آخرین کانفیگی که هنوز اپلایش نکرده بودین. مثلا من الان اینجام، اما کریو که دارم کانفیگش میکنم توی آلمانه. حین تنظیماتش من به اشتباه میام اون پورتی که باهاش به کریو وصل هستم رو شاددان میکنم و ارتباطم با کریو قطع میشه. کریو بعد از این که دوباره بالا اومد، منو برمیگردونه به آخرین کانفیگایی که حتی هنوز اپلایشون نکرده بودم. اوکی؟ خب پس ما الان بیایم دوباره این گزینه اپلای رو بزنیم تا کانفیگامون سیف بشه. ببینید این ستاره بنفش رنگم رفتش دیگه. خب دوباره برگردیم سراغ اینترفیس هامون. روی یکیش کلیک بکنیم ببینیم مثلا داخلش چه خبره، داخل اینترفیس هایی که داریم. این کل پنجره تنظیمات یه اینترفیسه، اما خب میبینید که تبا و گزینه های مختلفی داره که خب هر کدومشون رو که باز میکنیم گزینه های بیشتری هم برامون باز میشه. اما به طور کلی میتونیم بگیم که ما دو حالت برای کانفیگ کردن اینترفیس هامون داریم، یکی حالت نیتیو و یکی هم حالت پی پی اوی. حالا حالت نیتیو چیه؟ ببینید ما موقعی که خودمون بخوایم برای اینترفیس آی پی ست بکنیم، باید بیایم از قسمت نیتیو کانفیگش بکنیم. حالا یا میخوایم به صورت اوتوماتیک آی پی دریافت بکنه اینترفیسمون، یعنی از طریق DHCP، یا اینکه هم نه منیوال باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا خودم میخوام روش آی پی استاتیک ست بکنم. اوکی؟ این از قسمت نیتیو. اما خب پی پی او هم باز از اسمش یه مقداری پیداست. ببینید فرض کنید که من یه مودم ADSL دارم که اینترنت رو از این مودم دارم میگیرم. من میتونم بیام این مودم ADSL رو بذارم روی مود بریج، بعدش اون یوزرنم و پسوردی که معمولا بعد حالا برای ایجاد کانکشن پی پی او بزنم تا کانکشنمون برقرار بشه رو میام توی این قسمت وارد میکنیم. کانکشن پی پی او برقرار میشه و کریو آی پیش رو از پی پی او سرور دریافت میکنه. کانکشن پی پی او رو هم توی دوره MTCNA میکروتیک توضیحش دادیم به طور کامل. اگه خیلی باهاش آشنا نیستید یا اینکه میخواید بدونید که چی از تو یادش بگیرید، میتونید ویدیو و جزوهش رو از توی سایت فرکیان تک ببینید. فکر کنم جلسه 27-28 NA باشه اگه اشتباه نکنم. حالا بگذاریم. پس برای اینکه بخوایم کریو کنترل آی پیش رو از یه پی پی او سرور دریافت بکنه، از قسمت پی پی او کانفیگش میکنیم. اما اگه از طریق DHCP سرور بخوایم بهش آی پی بدیم، یا اینکه به صورت دستی آی پی روش ست بکنیم، از قسمت نیتیو اون رو تنظیمش میکنیم. حالا تو همین قسمت نیتیو ما خودمون حالا سه تا زیر مجموعه سه تا قسمت دیگه هم داریم، IPv4, IPv6 و VLAN. یعنی چی؟ یعنی اینکه من اگه بخوام روی اینترفیسم IPv4 ست بکنم، از حالا قسمت IPv4 بعد تنظیماتش رو انجام بدم. خب IPv6 رو هم پشتیبانی میکنه. اگه بخوام IPv6 روی اینترفیس ست بکنم، کانفیگ بکنم، از این قسمت عمل میکنم. و یه قسمت هم داریم مخصوص ویلن ها. خب شاید همینجا الان برامون سوال پیش بیاد که اصلا ویلن اینجا به چه دردمون میخوره. ببینید شاید ما کریو کنترلمون رو زده باشیم به پورت ترانک یه سویچ سیسکو. در این صورت کریو کنترل میتونه ویلن هاش رو بشناسه. البته ما معمولا هیچ وقت نمیایم پورت ون کریو کنترلمون رو وصل بکنیم به پورت ترانک سیسکو. معمولا این اتفاق روی اینترفیس های لن میفته، اینترفیس هایی که وصل هستن به شبکه داخلی. پس بیایم ما اینو ببندیم و بریم اون اینترفیس لنمون رو باز بکنیم. اینجا بیایم حالا ویلنش رو بررسی بکنیم ببینیم که میتونیم باهاش چیکارا بکنیم. خب فرض میکنیم که این اینترفیس لن ما وصل شده به پورت ترانک یه سویچ سیسکو، که خب حالا روی اون سویچ سیسکو یه سری ویلنا تعریف شده و ما میخوایم اون ویلنا رو بشناسونیم به این اینترفیس لن.
میام چیکار میکنم؟ میام روی این ادو ریموو ویلنز کلیک میکنم، کرییت رو علامت میزنم و مثلا ویلنام چیا هستن؟ ویلن 100 دارم سیمی کولن، ویلن 200 دارم سیمی کولن، 300 سیمی کولن و 400. اپلای. ببینید همه رو برای من شناخت و بازم این همون چیزی که توی جلسه قبلی کار کردیم، وقتی که اینترفیس جدید به کریو معرفی میشه توی قسمت آدر اینترفیسز به ما نشونش میده. دوباره میام که بخوام دستبندیشون بکنم، روشون کلیک میکنم و میذارمشون توی لوکال اینترفیس ها. ترستدن لوکال. اپلای رو هم بزنم تا سیف بشن. اوکی. پس من الان یه اینترفیس لن دارم و 4 تا ویلن که این اینترفیس لنه خورده به پورت ترانک یه سویچ سیسکو و این 4 تا ویلن رو میشناسه. کاش من اسم اینا هم عوض بکنم، اسمش رو هم میذاریم ترانک تا بدونیم که اون اینترفیسیه که حالا وصل شده به پورت ترانک سویچ. بیاییم روی ویلنامون آی پی هم ست بکنیم تا هم حالا آی پی ست کردن رو یاد بگیریم، همین که متوجه بشیم که واقعا کار سختی نیست این همه آی پی ست کردن ها روی خیلی از دستگاه دیگه. مثلا آی پی که میخوام برای ویلن ست بذارم 192.168.101، ماسکش رو هم همینجا که فقط کلیک بکنم خودش دیگه برام میاره. حالا گیتوی و DNS سرور اگه بخوام ست بکنم باز دوباره خب توی این قسمت ها میتونم تنظیمشون بکنم. فقط دقت بکنین، من تو توضیحاتم بهتون گفتم که حالا اون حالتی که خودمون بخوایم آی پی ست بکنیم حالت منیوال میشه و خب وقتی میخوام دستی آی پی رو ست بکنم گزینه منیوال رو انتخاب بکنین. این آی پی رو من گذاشتم روی ویلن سادم و اوکیش میکنم. من اپلای رو هم بزنم. خب ما توی همین صفحه یه چیز خیلی خوب و باحال که داریم این قسمت اینترنت کانکتیویتی هستش. میگه چی؟ میگه نوع اینترنتت رو مشخص بکن. حالا چیا دارم برای انتخاب؟ یه دونه سینگل اینترنت دارم، یه دونه فیلوور دارم و یه دونه هم لود بالانسینگ دارم. اینا یعنی چی؟ هر کدومو که انتخاب بکنم چه اتفاقی میفته؟ مثلا من اگه سینگل اینترنت رو انتخاب بکنم، یعنی اینکه فقط یه اینترنت دارم و فقط از همین یه دونه اینترنت میخوام استفاده بکنم. گزینه بعدی گزینه فیلوور رو وقتی استفاده میکنم که مثلا من دو تا اینترنت داشته باشم یا حالا بیشتر، و من میگم که یکیش اینترنت اصلی باشه و اون یکی فرعی. اگه اینترنت اولم قطع شد بره سراغ اینترنت دومی. یعنی هدفم چیه؟ هدفم اینه که به هیچ عنوان اینترنت کریو قطع نشه. اینترنت اصلیم اگه قطع شد سری سویچ بکنه روی اینترنت دومی. این میشه فیلوور. اگه قبلا حالا این فیلوور رو روی یه سری از تجهیزات دیگه شبکه کانفیگ کرده باشید قطعا میدونید که کانفیگ کردنش واقعا بلدی میخواد و الان اینجا میبینید که توی کریو خودش کریو میاد فقط با انتخاب یه گزینه این امکان رو به ما میده که بخوایم فیلوور داشته باشیم. حالا من بیام این گزینه فیلوور انتخاب بکنم ببینم چه اتفاقی میفته. من میخوام اینترنتم فیلوور بشه دیگه. پس میام یکی از اینترفیس های اینترنتم رو به عنوان اصلی قرار میدم و اون یکی رو فرعی. اینجا الان فرض میکنیم که اینترفیس ون من اون اینترفیسی که اینترنت اصلی رو داره به من میده و اینترفیس ون دو اون فرعی است که در صورتی که ون یک قطع بشه میره سراغ ون دو. خب روش راست کلیک میکنم، set as primary link و دومی set as backup link. اپلای رو کلیک میکنم. الان اینترفیس ون همون اینترفیس اصلی هست که اینترنت رو به من میده و اینترفیس ون دو اون اینترفیسیه که در صورت قطع شدن اون اولی اینترنت اولی سویچ میکنه روی ون دو و اینترنت رو از اون میگیره.
اما خب کریا چجوری الان بفهمه که اینترنت اول قطع شده بره سراغ اینترنت دومی؟ ما اینجا یه دکمه داریم، دکمه ادوانس، که ما کمک میکنه به کریو بفهمونیم که چجوری سویچ بکنه، چجوری متوجه قطعی اینترنت بشه و بتونه سویچ بکنه روی اینترنت دومی. به صورت پیش‌فرض این عبارت اولی علامت خورده. اما چی میگه این عبارت؟ میگه هی بیا گیتوی خودت چک بکن، هی پینگ بگیر گیتوی تو، اگه دیدی قطع هست، اگه دیدی پینگشو نداری، برو سراغ اینترنت دومی. خب این اوکیه. اما خب فرض کنید که من اینترنت اول رو دارم از آسیاتک میگیرم و من پینگ از اینجا از سیستم خودم تا آسیاتک رو دارم، از آسیاتک به بعد هست که قطعه، یعنی عملا من اینترنت ندارم، نمیتونم از اینترنت استفاده بکنم، ولی پینگ آسیاتک رو دارم. اینجا اگه الان این گزینه اولی علامت خورده باشه چه اتفاقی میفته؟ پینگ گیتوی رو میگیره که حالا آسیاتک باشه، میبینه خب پینگش رو داره و خب نمیتونه تشخیص بده که باید اینترنت رو سویچ بکنه روی اینترنت دومی که براش تعیین کردیم. و چه اتفاقی میفته؟ اینترنت کریو یا همون شبکه قطع میشه. اما اگه بخوام همچه اتفاقی نیفته، میام گزینه دومی رو علامت میزنم و میگم چی؟ میگم مثلا بیا 8888 رو پینگ بگیر. اگه پینگ 888 رو داشتی که یعنی اینکه خب وصلی، لازم نیست سویچ بکنی، ولی خب اگه پینگش قطع شد لازمه که سویچ بکنی روی اینترنت دومی. این گزینه سومی هم میگه که اگه اینترنت برگشت و خب ما چیزایی داشتیم مثل حالا تانل وی پی ان یا حالا کانکشن های دیگه که خب با قطع شدن اینترنت سویچ کردن روی اینترنت فرعی، وقتی که دوباره اینترنت اصلی برگشت دوباره برگردن از اینترنت اصلی استفاده بکنن. ولی خب اگه می‌خواستیم این اتفاق نیفته و با همون اینترنت دومی ادامه بدن، گزینه چهارمی رو علامت می‌ذاریم. این از فیلوور. خب ببندیم اینو. گزینه بعدی که داشتیم گزینه لود بالانسینگ. ما اگه دو تا دیتای ورودی یا حالا بیشتر از دو تا داشته باشیم به عنوان ون، یعنی مثلا دو تا اینترنت داشته باشیم، اگه بخوایم همزمان از هر جفت اینا استفاده بشه و ترافیک بین این اینترفیس ها تقسیم بشه، این میشه لود بالانسینگ. مثلا من یه اینترنت از آسیاتک گرفتم و یه اینترنت هم از شاتل دارم، هر دوی اینا رو هم وصل کردم به کریو کنترل. کریو کنترل کاری که میکنه چیه؟ اینه که میاد از هر دوی اینا استفاده میکنه، ترافیکش رو بین این دوتا اینترنت شیر میکنه. اگه روش کلیک بکنیم میبینید این دوتا حالا اینترفیس ونی که من دارم به حالت ویت در میان. خب و اگه روش کلیک بکنم از این قسمت من میتونم انتخاب بکنم که هر کدوم چه میزان سهم داشته باشن. مثلا شاید پهنای باند اینترنت آسیاتک من 2 مگ باشه، اما خب پهنای باند اینترنت شاتل 1 مگ باشه. من 2 تا سهم میدم به آسیاتک و 1 سهم میدم به شاتل، تا اینجوری مشکلی واسه ترافیک ورودی و خروجی پیش نیاد و داده ها به راحتی بتونن منتقل بشن. خب پس اینم از اینترنت کانکتیویتی که توضیحشون دادیم. 3 تا حالت داشت: سینگل اینترنت، فیل اوور و لود بالانسینگ. فعلا همینقدر مطالب برای این جلسه کافیه، توی جلسه‌های دیگه بیشتر درباره‌شون توضیح میدیم. پس تا جلسه بعدی ویدیو رو ببینید، تمرین کنید و شعار ما رو هم فراموش نکنید: Make it really simple و یا به قول مهندس فرهی، قدرت در عین سادگی.